سلام علیکم دوستان عزیز بیماری کانگو در حال قربانی گرفتن است همتان عزیز گوشت را خوب بپزید و از ایمانا دوری کنید عامل مرض کانگو ویروس از که انسان به انسان دیگر توسط تماس ترشحات و سایر مایعات فرد مصاب انتقال می‌یابد حشره ای به نام کنه عامل اصلی انتقال این مرض به انسان است کنه در مواشی پشمدار مانند گاو گوسفند بز جا گرفته و با تماس به پوست حیوان و گزیدن شخص مرض را انتقال میدهد. لذا کسانی که با گاو، گوسفند، بز، شتر و سایر مواشی پشمدار سرکار دارند از جمله قصبان و مالداران و زارعان باید جدا متوجه باشند. حالا خصوص کسانی که حیوان را زبه میکند باید از دستکش و لباس استفاده کند. تا اکنون هیچ واکسین برای درمان مرض کانگو به دسترس قرار نگرفته ولی اگر شخص به موقع در شروع خونریزی به شفاخانه منتقل شود به سادگی می تواند از پیشرفت بیماری جلوگیری نمود علایم مرض تب شدید اسهالات درد شدید بدن و عضلات استفراغ خون بینی و حتی خون در ادرار می باشد و در صورتی که تداوی نشود خون در رگها القه و لخته شده و انسان را از بین میبرد دوستان عزیز ویدیو را لایک کرده و به دوستان خود شریک سازید تا جان یک مسلمان را نجات بدهید در اجر و پخش پست های من باشید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته